شش تن از محققان اسرائیلی در صحرای نقب در جنوب این کشور پروژه‌ای به نام دیمارس را انجام می‌دهند که هدفش شبیه‌سازی زندگی در مریخ است. این تیم تحقیقاتی با گذراندن 4 روز در محفظه‌ای که شبیه محیط مریخ است، تجربیات خاصی به دست می‌آورند. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو. اینجا صحرای نقب در جنوب اسرائیل است. منطقه‌ای با خاک رس قرمز رنگ که به گفته دانشمندان جزء معدود مناطق مشابه مریخ است و دلیلی برای انتخاب این منطقه برای به انجام رساندن پروژه شبیه‌سازی مریخ. دلیلی که این منطقه رو برای انجام پروژه‌مون انتخاب کردیم همون چیزی که شما هم می‌بینید، شباهتش با مریخ. در حقیقت اینجا یکی از مناطق کره زمینه که امکان شبیه‌سازی مریخ رو بهمون میده. ماموریت آنالوگ ماموریتی است که در شرایط شبیه‌سازی انجام می‌شود و هر کدام از این 6 فضانورد ماموریت فضایی آنالوگ پروژه دیمارس مسئولیت خاصی را بر عهده دارند. بیشتر مواقع باید داخل محفظه بمونیم. من قراره چند آزمایش علمی انجام بدم و بعدش چند بار برای فعالیت‌های فضانوردی با لباس فضانوردی محیط اطرافم رو بررسی کنم و به دنبال علائم حیات و چیزایی مثل سنگ فلز باشم و به علائمی توجه کنم که نشون دهنده وجود آب در اون مناطق در گذشته است. محفظه اقامتی فضانوردان توسط 2 تن از دانشجویان و آرشیتکت‌های دانشکده تکنولوژی تکنیون طراحی شده است. قرار است یک مرکز برای بازدید عموم نیز در نزدیکی این محل ساخته شود. به گفته دکتر آبراموویچ، از مواد غذایی خاورمیانه‌ای برای تهیه غذاهای تیم تحقیقاتی استفاده شده. ما قرار است ترکیبات غذایی خاورمیانه‌ای که خیلی ساده است و برای این فضا و شرایط اینجا هم مفیده استفاده کنیم. این یک رژیم غذایی متناسبه که از انواع عدس و کمی سبزیجات تشکیل شده. پروژه شبیه‌سازی مریخ در نقاط مختلف جهان انجام می‌شود. مشابه این پروژه تحقیقاتی بود که اوایل این ماه در عمان به انجام رسید. اما مدیر کل آژانس فضایی اسرائیل می‌گوید این کشور قصد دارد نقش مهمی را در تحقیقات فضایی ایفا کند. Human space exploration is very interesting part of space technology. اکتشافات فضایی انسان بخش شگفت انگیز از تکنولوژی فضا را در بر می‌گیرد که اسرائیل هم قصد دارد از توانایی‌هایش در این زمینه استفاده کند. ما اخیراً به برنامه اوریون ناسا پیوستیم که قراره در آینده به مریخ بره. اولین مرحله پروژه دیمارس همین برنامه 4 روزه است. اهداف طولانی مدت‌تر در آینده برنامه‌ریزی خواهد شد.